آقای نوریزاد، شما در نامه‌های قبلی، نامه 12 به رهبر جمهوری اسلامی ایران، از افرادی سخن گفتید که سوار ماشین شما شدند و جان شما رو تهدید کردند. آیا این تهدیدات ادامه یافته؟ لطفاً بفرمایید آیا هنوز شما در مرز تهدید این افراد هستید؟ بله، هر لحظه. البته دیگه ادامه پیدا نکرد بعد از اون اتفاقی که اون روز افتاد، ولی من هر لحظه احتمال میدم که حادثه‌ای پیش بیاد. یعنی هر زنگ خانه من نشان دهنده یک هول و هراسی است که به هر حال اهل خانواده من با اون مواجه هستن. این چیزی است که مردم ما در یک چنین شرایطی دارن زندگی میکنن. یعنی اگر شما عذر میخوام بی خاصیت باشید در ایران زندگی بکنید، کسی با شما کار نداره. اما به محض اینکه بگید چرا بردند و چرا خوردند و چرا جفا کردند و چرا خطا کردند، این چراها به جهت اینکه در جامعه ما از ابتدا بهش بها داده نشده، شما رو در معرض خطر قرار میدن. میگن که ما مردمی میخواییم که اهل چرا باشن، یعنی بچرند ولی چرا نگویند. و حالا به هر شکل ما جز به طایفه دوم قرار گرفتیم که میپرسیم، و این پرسیدن برای اینها سخت، تهدید میکنن و چه بسا برنامه هم داشته باشن برای اینکه ترتیب آدم رو بدن، کما اینکه به ما همین گفتن خودن ترتیبت رو میدیم. حالا ماجرا این نیست، ماجرا این هستش که مردم ما متاسفانه اونهایی که فرهیختن، دانشمندن، اهل اندیشه و فکرن، متاسفانه در یک فضای پر از رعب و وحشت و آسیب و آزار زندگی کردن تا این ایام. و من نوریزاد غافل بودم از رنج مردم خودم، از رنج مردمانی که در اطراف من بودن، و الان دارم اون رو با تمام وجودم حس میکنم که چه روزها و شبهای تلخی بر این مردم گذشته بدون اینکه پناهی داشته باشن. در تقدیر این ایام سپری خواهد شد، ولی آنچه که ماندنیست اصالت هاست، و من امید دارم که به زودی اون اصالت ها پا بگیرند و ما رو به یک سرانجام خوب هدایت بکنند. نگارش نامه های سرگشاده شما خطاب به رهبر جمهوری اسلامی سابقه طولانی داره. آقای نوریزاد، در این مدت چه بازخوردی از نوشتن این نامه ها خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران بین افرادی که در حکومت ایران مقامی دارند دیدید؟ بخش وسیعی از مخاطبین نامه های من اتفاقا مثلا افرادی هستن که داخل سپاه هستن، افرادی هستن که داخل بسیج هستن، افرادی که داخل سیستم هستن. چند وقتی پیش یک تعداد از نمایندگان مجلس با من دیدار داشتن و میگفتن که بخش وسیعی از نماینده های مجلس مخاطب این نامه های شما هستند. متاسفانه نماینده مجلس از من میپرسید که به نظر شما ما چه باید بکنیم، و من بسیار افسوس خوردم و به اونها گفتم که در تک تک فاجعه هایی که تو جامعه ما داره رخ میده امضای شماها هست به خاطر سکوتتون. بعد اونها میگفتن که به پای ما قفل بستن، به زبان ما قفل بستن، به قلم ما قفل بستن و یک ترس بزرگ به جان نمایندگان انداختن. مخاطبین من در داخل هستن، در خارج هستن. بازخوردها در مجموع خوب بوده، اگرچه به هر حال یک جمعیتی از افرادی که حالا آسیب میبینن از این نوشته و از لحن نوشته یا از مواردی که من در نامه ها بهش اشاره میکنم رنج میبرن، ولی ناگزیریم. ما که نمیتونیم جوری بنویسیم همه لذت ببرن. اگر اینجوری بود خب بنده رمان مینوشتم، داستان مینوشتم، ولی ناهنجاری هایی توی جامعه ما هست که این نامه ها وظیفه دارن اونها رو برملا بکنن و مسئولیت اونها رو به سمت شخص اول احاله بدن، و این طبیعی است که برخی شادمان میشن، برخی ناراحت میشن، و ما هم ایستادیم که هزینه این نامه ها رو و قدم هایی رو که برمیداریم بپردازیم. حالا از اون طرف در اطراف خودتون، انسان های عادی و کسانی که این نامه ها رو میخونن، تا حالا چه بازخوردی دیدید؟ فوق العاده بوده، و من خدا رو سپاس میگم حتی سرداران سپاه به دیدن من میان. به اصطلاح انسان های فرهیخته، فاضل، اندیشمند، مردم عادی، حالا اونایی که اهل مطالعه هستند در همون حد. ممکنه هیچ وقت مثلا در بین مخاطبین من روستایی نباشه، کاسب نباشه، اونایی که سواد ندارن یا مثلا اهل مطالعه نیستند، ولی به محض اینکه وارد حوزه مطالعه میشیم یه جمعیت فراوانی بنده مخاطب پیدا میکنم با این نامه ها. و من یه جوری انگار تقاف سالها قفلی که بر قلم این مردم بسته شده بود رو من دارم از اینها میستانم، و نمایندگی شدم برای سالها واستاندن حقی که از قلم مردم، از زبان مردم ضایع شده. و طبیعی است که این نمایندگی کردن آسیب داره و تنگنا داره، و هر آن ممکنه هر حال بنده در یک شرایطی قرار بگیرم که
ممکنه نباشم یا خانواده من به رنج بیفتن، ولی باید هزینه بدیم، چاره ای نیست. و ما برای اینکه فردا رو بسازیم از همین امروز باید فکری براش بکنیم. نمیتونیم بریم جلو همینجوری تا فردا خودش رو بروی ما، آغوش خودش رو بروی ما باز بکنه. آقای نوریزاد، در نامه 12 رهبر جمهوری اسلامی ایران رو به نوشیدن جام زهر تشویق کردید. همینطور در نامه 13 به عدم موضع‌گیری آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد حمله به سفارت بریتانیا پرداختید. اگر امکان داره بفرمایید محور نامه 14 چه چیزی خواهد بود؟ من در نامه 14 به جهان دیگر پرداختم، به اینکه من و ایشون از دنیا رفتیم و داریم تماشا میکنیم عملکرد خودمون رو در گذشته و آینده‌ای که از اعمال ما به صلاح نشأت گرفته. من دارم یک به یک برخی از اعمال ایشون رو به ایشون نشون میدم. آخه میدونید عالم مرده‌ها عالمی است که پرده از جلوی چشم انسان کنار میره. مردگان هم میتونن دیگه، اونجا زمان نیست، ابعاد طول و عرض و ارتفاع دیگه در کار نیست. مردگان میتونن به گذشته سفر کنن، ببینن اصلا گذشته رو، به آینده. اونجا من و ایشون از دنیا رفتیم و در کنار هم داریم نگاه میکنیم به گذشته و به آینده. و به ایشون من نشون میدم، میگم اگر شما درست رفتار کرده بودید الان ما میتونستیم اینجا باشیم، حالا که اینجوری رفتار کردید اینجا هستیم. و یک به یک این صحنه ها رو به ایشون نشون میدم. به یک تعبیری ایشون رو ترغیب میکنم به اینکه اگر خوشبین باشند و رفتار درستی از خودشون ابراز بکنن در این باقی مانده عمر، در کنار گاندی و نلسون ماندلا هنوز میتونن جا بگیرن، وگرنه متاسفانه جای خوبی ما شاهد نخواهیم بود. و جهان پس از مرگ جهانی است که به هر حال آدم دیگه دستش از این دنیا کوتاهه، دیگه کاری از انسان بر نمیاد. و از ایشون خواستم تو این مدت باقی مانده بالاخره کاری بکنن. نامه 14 بنده قوقایی از همه نامه‌های پیشین بنده است، یعنی یک چجوری بگم، یک فریاده، یک نعره است در سکوت تحمیلی، در یک قبرستانی که اصرار بر مردگی هست، انگار فریادی بلند میشه و همه رو به هوشمندی و هوشیاری فرا میخوانه. نامه 14 بنده آمیزه ای از همه نامه‌های گذشته بنده است و در نوع خودش کار ابتکاری و جذابی از آب در آمده و من به شخصه خیلی خدا رو شاکر هستم که به من توفیق داد نامه 14 رو بنویسم. ممنونم آقای نوریزاد. من سوالی ندارم، ولی باز اگر خودتون فکر میکنید سخنی ناگفته مونده من آمده شنیدنم. آقای کرمانی، ببینید شاید افرادی باشن که از نامه های من رنج میبرن. من این رو بگم که شما وقتی یه نفری رو که سیگار میکشه بهش میگید که آه سیگار نکش، او بعدش میاد، خودش میدونه که این سیگار کشیدن داره او رو از پا در میاره، ولی از اینکه کسی بهش بگه سیگار نکش رنج میبره. خیرخواهی همیشه همین جوره، یعنی با گارد گرفتن طرف خاطی مثلا مواجه میشه. من جز خیرخواهی هیچ دعوی ندارم، یعنی قصد من خیرخواهی است، قصد من آشفتن نیست، قصد من این نیست که با نگارش این نامه ها به کسی بی حرمتی بکنن. قصد من این هستش که آقا فرصت بسیار اندکه و ما سرمایه های گرانقدری رو از دست دادیم و در این فرصت باقی مانده هنوز امکان اصلاح هست. قصد من دعوت به شورش نیست، قصد من آشفتن فضای جامعه نیست. من دارم میگم در این جامعه استعدادهایی هست که ما میتونیم با کمی هوشمندی به این استعدادها دست پیدا کنیم. من دارم میگم وقتی در دنیا پذیرفته شده که آقا اعتراض حق مردمه و این اعتراض حتما منجر به سقوط ما نخواهد شد، ما این رو بفهمیم و این حق رو از مردم نستانیم، این دعوت به شورش نیست، دعوت به حقوق احقاق و حقوق تباه شده این مردم است. و من دوست دارم این فهمیده بشه و اصرار من برای این هستش که این خیرخواهی دیده بشه که ما قصد آشفتن جامعه نداریم، قصد این رو داریم که این جامعه‌ای که در منجلاب آشفتگی ها و ناهنجاری ها فرو رفته خودش رو بازسازی بکنه، ترمیم بشه و مردم نفس بکشن. این مردم حقوق فراوانیشون، یعنی حقوق فراوانی از این مردم ضایع شده در این 33 سال. ما قصدمون این هستش که این مردم به حقوق بدیهیشون برسن. من توی نامه 14 به آقای خامنه‌ای گفتم که شما اگر جای آقای موسوی بودی بهتر میتونستید قضاوت کنید که با شما چگونه باید رفتار میکردن. به ایشون گفتم که شما اگر می آمدن شما رو در یه جایی زندانی می کردن، دوست داشتید چگونه با شما رفتار بکنن؟
دوست داشتید یه دادگاه منصفانه ای باشه، به شما فرصت دفاع بدن. خب چرا یک چنین چیزی رو برای دیگری فراهم نمی کنید؟ اینها احتجاجات درست و منطقی است که پاسخش جز شرمساری نیست. به همین دلیلی که من اسم این نامه هام رو نامه های خیرخواهانه میگذارم، نه نامه ای که یه نفر انگار توی دستش اسلحه هست و میخواد آدم بکشه و توی دستش هم حالا قلم و کاغذ برداشته داره نامه تلخ داره مینویسه. نه خیر، ما همه بضاعتمون خیرخواهی است و قصد ما فرابردن جامعه ای است که آسیب دیده. ما میخوایم این مردم نفس بکشن و به خوشبختی برسن. حقشونه که این مردم آزاد باشن. خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار